امروز خودمو و پیاممو مثل یه خورده های ریزه های نون می دیدم و می گفتم خداوند چطور با این ریزه ها با این خورده ها می خوای جماعتی رو سیر کنی؟ ولی او خداست، آمین. او می دونه که باید چیکار کنه. پس باشه که خداوند نام خودش رو جلال بده در این همه ضعف، در این همه کمبود، نام خودشو جلال بده. ما را نه خداوند، ما را نه، بلکه نام خود رو جلال بده. آمین. کلیسا بگه آمین. در روزهای حساسی عزیزان به سر میبریم. به نظر میاد که جهان نیکوی خدا به لحاظ اخلاقی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ روحانی در حال فروپاشیه. همینطور که میبینیم تاریکی و عملکردهای او به نظر میرسه در حال حرکته در جهان نیکوی خدا، و گاهن این تاریکی ها که از همه جا انگار نشأت میکنه رو با وحشت در دلهای ما به وجود میاره. درسته یا نه؟ تجربه کردین؟ ولی در این اوضاع و شرایط خداوند کلیسا میخواد ما به عنوان بدن مقدسش تمرکز خودمونو روی دو تا حقیقت شگفت‌انگیز و امید بخش بذاریم. اولین حقیقت اینه عزیزان، اولین حقیقت امید بخش و شگفت‌انگیز اینه که در بطن تاریکی، در بطن تمام تلاطمات و نیروهای مخالف، بذرهای فروپاشی نهفته است. یعنی هرگز ظلم، بی‌انصافی نمیتونه تا ابد ادامه پیدا کنه، چون جهانی که خدا آفریده ریشه های او در نیکویی کاشته شده. آمین. دومین حقیقت مهم که کلیسا در این روزهای حساس باید متمرکزش بشه اینه که کسی که مسیر تاریخ رو تعیین میکنه عزیزان، کلام خدا میگه یک نفر هست، فقط یک نفر. اون یک نفر جهانداران ظلمت نیست، دیکتاتورها نیستن، امپراتوران زمانه نیستن، فقط یک نفره، بره ذبح شده خدا، عیسی مسیح خداوند، که با ذبحش روی صلیب یه حکومت جدید رو بنیان گذاری کرد. با مرگش روی صلیب عزیزان تعریف تازه ای از قدرت و پیروزی به کلیسای عزیزش ارائه داد، و امروز خداوند میخواد که کلیسای عزیزش در اثر قدم های او که برعکس ساختار و تعریف این دنیاست، پیروزی رو با تمام وجودش تجربه کنه. حاضری این پیروزی رو امروز تجربه کنی؟ در هر ضعفی، در هر چه کنمی، برای پیامی که امروز در قلبمه، برای چندمین بار شاید این پیام رو به سمتون رسوندم، ولی باز هم اشتیاق خیلی زیادی داشتم دو سه روزه که هیچ چیزی نمیتونست از این اشتیاق و رساندن این پیام به گوش جانهای شما منو عقب بکشه، چون پیام امروز در مورد یه تجربه شخصیه که در سال 2009 خداوند اجازه داد این تجربه رو من بکنم، و از اون سال این تجربه خیلی محسوس و نادری که داشتم باعث شد نه تنها خودم رو بارها و بارها بالا بکشه، همطور تونست برای کلیسا برکتی باشه. در سال 2009 صدایی رو شنیدم عزیزان که خیلی بی ادعا بود، خیلی بی پیرایه بود، ولی در این حال پر از اقتدار بود. در این صدا، وقتی این صدا رو شنیدم، در موقعیتی که بودم عزیزان، احساس کردم تمامی روح و روان و جان من به تسخیر و تملک این صدا در اومد. در سال 2009 در شرایطی زندگی میکردم که انگار تاریکی مطلق بود، بن‌بست مطلق بود، انگار هیچ در بازی رو نمیدیدم. تنها احساسی که میتونم در اون شرایط براتون بگم ترس،
استراب، خشم، دلخوری خیلی زیاد از خداوند و ناتوانی. انگار که دیگه هیچ در بازی توی زندگی من باز نمیشد. در یک جمله بخوام احساسمو بگم، مزمور 55 میگه دل من در اندرونم پیچ و تاب میخورد و ترس‌های موت بر من غالب اومده بود، ترس‌های موت بر من افتاده بود. همطور که در حال فروت رفتن در اون باطلاقی بودم که انگار اصلا هیچ امیدی نبود که خودمو بکشم بیرون و احساس تنهایی خیلی شدیدی میکردم، این صدای آرام بخش، این صدای پر از اقتدار، میتونم بگم در اون لحظه همطور که گفتم فقط یک کلمه میتونم بگم، انگار روی من قرار گرفت، منو در تسخیر خودش قرار داد. کلمه نبود، یه جمله بود: ای زن زوراور، یهوه خدا با توست. این صدا عزیزان مثل یه برق 220 ولتی به من خورد و اولش احساس ترس کردم، چون همیشه این جمله رو در داوران باب 6 میخوندم که خطاب به آقایونه و فکر میکردم فقط این مان مرداست. مخصوصا در اون شرایطی که داشتم اصلا فرا انسانی بود که یه همچی صدایی در اون شرایط با من برخورد کنه. اولش نشینده گرفتم و احساس ترس کردم. شب بود، خودم کردم زیر پتو، ولی این صدا قاطع‌تر، رساتر و برنده‌تر منو در خودش جذب کرد. نسرین، ای زن زوراور، یهوه خدا با توست. کلام خدا میگه آیا کلام او مثل آتش نیست که میسوزونه؟ آیا کلام او مثل چکش نیست؟ عزیزان آتش سه تا کار عجیب میکنه. اول که میسوزونه هرچی که ناخالصیه، هرچی که از خدا نیست، اون ترسا، اون غم و اندوه. بعد که میسوزونه اون دلسردی، اون ناامیدی رو از وجود آدم میبره. دومین عنصر خاصیت آتش اینه که گرم میکنه و سومین خاصیتش اینه که ماتمیان رو، درماندگان رو، یه خوشی روح القدس که خیلی مثل یه چشمهی در دل آدم میجوشه. و چکش هم همینطور. میگم کلام خدا در اون لحظه فقط این دوتا رو برای من روشن کرد. و چکش هم دوتا خاصیت داره، یکی خاصیت انهدام داره، خرابی داره، آنچه که از خدا نیست از بین میبره، و همینجور خاصیت چی داره؟ سازندگی داره. از صدای خدا عظیمترین صدا در کل کائناته. خداوند گفت و شد، خداوند امر فرمود و پایدار شد. قبل از اینکه بخوام این تجربه شخصی عالیمو که چندین ساله منو هی روی پا نگه داشته و به جلو هل میده، از طریق کلام خدا عزیزان، از طریق داستان یا کلام خدا با همدیگه جلو بریم، میخوام چیزی رو بگم. اول یه پرانتز باز کنم عزیزان. وقتی ما خادمین، پیام‌آوران میگیم صدای خدا رو شنیدیم، نه اینکه ما قدیس باشیم اما بهتران باشیم، من اینو ایمان دارم و بارها برای من ثابت شده، هر چیزی که ما خادمی سخنگویان خدا تجربه کنیم به خاطر بدن مسیحه. اگه تأدیب میشیم به خاطر شماست، اگه تو تجربیات و آتش ها میفتیم به خاطر شماست، اگه گاهن تسلی و دلگرمی دریافت میکنیم به خاطر بدن مقدس مسیحه. همه چی دور سر عیسی مسیح و کلیسای مقدسش میچرخه. آمین. قبل از اینکه ادامه بدم میخوام چیزی رو روی تک تک شماها اعلام کنم عزیزان، که خدا از تک تک شماها میتونه استفاده های شایانی بکنه. باور میکنی؟ خدا میتونه از تو که خودتو معمولی میدونی، نه تنها معمولی میدونی بلکه پر از شک،
پر از ترس، پر از تلاطمات، مرعوب شده، شکست خورده، خم شده بدونی خدا امروز میخواد با تو صحبت کنه که از تو میتونه یه آلت قوی برای کار خودش به کار ببره. باور میکنی عزیزان؟ چون در تمامی آثار صدای خدا وقتی با کلیساش برخورد کرده یه همچین قدرتی رو، حیاتی رو ایجاد کرده، نه تنها به طور شخصی بلکه از طریق پیام آورانش. خدا میخواد با طریق صداش به شما حیات، قوت و اقتدار ببخشه و از تو مجرایی بسازه عزیزان برای جاری شدن فیض بی همتای خودش. اول قرنتیان میگه 1:18 خدا حقیران این دنیا رو برگزید عزیزان، بلکه نیستی ها رو تا هستی ها رو باطل کنه. شاید سوال هایی همین الان تو ذهنت بیاد، چطوری؟ چطور ممکنه؟ از اون گذشته خراب من، اون خانواده معیوب من، همه چی در به داغون، همین الان هم که اینجا نشستم پر از مشکل، پر از ترس هستم، خراب، نگران، مضطرب، چطور خدا میتونه از من استفاده کنه؟ عزیزان برای درک این موضوع یه جا باید حرکت کنیم، نزدیک تخت فیض خدا، نزدیک تخت رحمت خدا. بیایم امروز روی صلیب مسیح مصلوب شده باقی نمونیم، بلکه جلو بریم، به سوی مکان پیروزی بریم، جایی که ضعیف گوید فقیر گوید، جایی که خدا به خاطر اون حیثیت محبت عظیمش عزیز و مایی که در گناهان و حقارت خودمون مرده بودیم زنده کرد. نه تنها زنده کرد بلکه برخیزانید، نه تنها برخیزانید بلکه در جاهای آسمانی نشانید. بیاییم با هم به سوی این عزیز فاتحمون بریم که مثل یه امپراتوری فاتح، وقتی که یه امپراتور شهرها رو غصب میکنه پیروزی به دست میاره، از شهرها غنایم میگیره و برای ملت خودش میاره. و پولس چقدر زیبا همینو میگه در افسوسیان باب 4:8 میگه او که به عرش علا صعود کرد، اسیری رو به اسیری برد و بخشش ها به من و تو داد. عزیزان گوشی هست که بشنوه دارم چی میگم؟ آمیناتون خیلی میتونه کمک کنه که بفهمم واقعا دارین گوش میدین. بیایم با هم به سوی آن پادشاه فاتح بریم عزیزان، که تمام فرماندهان ترس، غم و اندوه، خودکمبینی، تلخی، تمام این چیزهایی که ما رو پایین میکشه، دشمنی عزیزان، خشم، تمام اینا رو در سه جهان منفعل کرد. بیایم با هم به سوی مرکز قدرت بریم، قدرت تمامی عالم. حاضر هستین؟ اونجایی که عیسی این مسیح میخواد من و تو رو شریک پیروزیش کنه. عزیزان من همین الان که اینجا نشستم فقط قوت ایستادم، قوت قیام مسیحه و هنوز اقتدار اون صدایی که تا آخر منو نگه میداره، همطور که کائنات رو نگه داشت، همطور که امروز کلیساشو میخواد قوت ببخشه. عزیزان این مثال و این داستان نیست، یه حقیقت، بارها گفتم. گفته شده که زمانی آبشار نیاگارا منشأ خرابی خیلی زیادی بود برای آمریکا و کانادا، زمین‌های بسیاری رو مخروب می‌کرد به خاطر سیلی که جاری می‌کرد. یه روز یه مردی با خودش فکر کرد، گفت اگه این آبشار اینقدر قدرت خرابی داره، انهدام داره، پس حتما قابلیت هم برای سازندگی داره. برای همین اونجا سدها و توربین‌ها ساخته شد و از اون روز می‌بینیم که آبشار نیاگارا برق هر دو کشور رو داره تأمین میکنه. درسته؟ وقتی اینو خوندم یاد پولس افتادم، اون کسی که خشنترین عزیزان، گناهکارترین و شریرترین مردی بود که کلیساها رو صدمه میزد، ولی تبدیل به چی شد؟ مهره عظیمی شد که هنوز که هنوزه داره کلیساها رو بنا میکنه. توانایی بدی کردن در هر انسانی عزیزان
به دست خداوند وقتی قرار میگیره، توانایی خوبی کردن، توانایی بالقوه خوبی کردن در او وجود داره. توانایی پلنگ بودن در دست خدا توانایی بالقوه برای بره بودن رو داره. توانایی ترسو بودن توانایی بالقوه در خودش برای ایمانی جسورانه داره. توانایی هرزگی و فکرهای غیر اخلاقی توانایی قدیس بودن در خودش داره. عزیزان، در زبان عبری کادیش هم به معنی فاحشه است هم به معنی قدیسه. مریم مجدلیه در اون سالهای اول زندگیش قبل از اینکه نجات پیدا کنه در معنی منفی اون زندگی میکرد، ولی بعد از اینکه نجات پیدا کرد در معنی مثبت او درخشید. محبتی که عزیزان به خاطر اون کمبودها در گناه ریخته میشد، وقتی که نجات پیدا کرد در دست عیسی مسیح قدرت اینو پیدا کرد که توانایی اینو پیدا کرد که محبت کنه عیسی رو و دیگرانو. محبتی که در گناه تلف می شد چقدر سخاوتمندانه به پای انسانها ریخته می شد. زنی که بی بند و بار بود ولی بدل به یه قدیس شد. عزیزان، بدترین و حقیرترین انسانها در خودش قدرت داره، توانایی داره که تبدیل به بهترین بشه. و امروز تو میتونی اینو تجربه کنی، باور میکنی امروز این میتونه در مورد من و تو صدق بکنه؟ تک تک ماها، توی که خودتو پایین میبینی، توی که خودتو شکست خورده میبینی، امروز در مورد تو اینو میتونه صدق کنه. ولی فقط یک جا این تبدیل صورت میگیره عزیزان. کجا؟ نزدیک تخت فیض خدا، جایی که ضعیف گوید قوی هستم. عزیزان، خدا به مردان و زنانی نیاز داره که به ضعف خودشون واقفن، به اینکه ناتوانن و میخوان خودشون رو در دسترس منجی قرار بدن. اونجاست که منجی قیام کرده قوت قیامش رو از طریق اونا چیکار میکنه؟ ساطع میکنه. همیشه در زندگی من و تو زمانیه عزیزان، نقطه‌ای میرسه، روزی میرسه که دعا میکنم زمانش امروز رسیده باشه که بگی دیگه کافیه، دیگه کافیه که انقدر دور خودم چرخیدم، کافیه که انقدر دیگه حسرت خوردم، انقدر خودم مقایسه کردم، انقدر خاک اره رو اره کردم، کافیه. من قبل از اینکه به قبر برم عزیزان، میخوام اجازه بدم خدا اون منابع عالی، اون قابلیت هایی که در من شکوفا کنه. من باید قبل از این که به قبر برم دفشم، باید اون غیر ممکن ها در زندگی من ممکن بشه. من میخوام امروز فراتر از قدرت ذهنی خودم خدا رو تجربه کنم. من میخوام فراتر از قدرت احساسی خودم خدا رو تجربه کنم. من میخوام فراتر از این چالش ها خودم رو قایم کردن ها خدا رو تجربه کنم. فراتر از هیجان های انسانی زودگذر، من باید کاری با این زندگی بکنم که خدا به من داده. گوشی هست که داره میفهمی که من دارم چی میگم؟ اون موقع هست عزیزان که این منجی عجیب، این منجی عزیز ما عجایب از زندگی افراد تولید میکنه. باور کنی همین که من اینجا ایستادم خیلی عجیبه. خدا امروز اون یک نفرها رو میخواد که به زندگی خودش نچسبه، بگه اینک میایم ای خداوند تا اراده ای تو رو به جا بیارم. خدا دنبال اون یک نفرها میگرده که زندگیش از خودش دست بکشه، بده به عیسی تا زندگی ها رو به دست بیاره. امروز میخوام شخصی رو به شما معرفی کنم عزیزان که سالهاست انسانها خودشون رو در او دیدن، ضعفاشون به قوت تبدیل شد. من بیشتر از هر قهرمانی در کتاب مقدس خودم رو در او پیدا کردم. اسم این شخص کیه؟ برادر خوب میدونم، برادر جد اون میشناسی؟ برادر جد اونو؟
وقتی خدا رفت به سراغ جدعون، اون شکسته، ناامید، ترسیده، وحشت زده، پر از تلخی، پر از نقنق، نالایق، از گذشته ناراضی، با یه چرخشت انگور که تو زیر زمین بود داشت گندم چیکار میکرد؟ از کاه جدا میکرد به خاطر دشمنانی که 7 سال عزیزان اونا رو ذلیل کرده بودن، خیمه ها و مواشی اونا رو به غارت برده بودن. 7 سال قوم اسرائیل، قوم برگزیده خدا، در غارها و مغاره ها خودشون رو پنهان می کردن. کسانی که کشورشون به قول ماها پادشاه هاشون جلال و جبروتی داشتن، ولی حالا بدبخت زیر دست دشمنان گیر کرده بودن و هر روز نزد خدا استغاثه می کردن: ای خداوند، ما را از دست دشمنانمون رهایی بده. 40 سال ما داریم ناله می کنیم، نیست؟ و خدا در باب 6 به سراغ جدعون رفت، خدایی که در رحمانیت دولتمنده. باب 6 آیه 12 به سراغ اون میره: ای مرد زورآور، یهوه خدا با توست. فکرشو بکنین عزیزان، انگار یه برق 220 ولتی به جدعون وصل کردم. به اطراف نگاه میکنه، با کیه؟ قربونش برم، با کیه؟ من زوراور؟ من که از همه اینا که اینجا هستن ضعیف دارم. عزیزانم، خدا طوری به من رو تو نگاه میکنه که قراره بشیم. خدا جدعون رو طوری دید که میدونست اهداف و جلال او از طریق این مردی که خودشون زیر میره قایم کرده دیده خواهد شد. اصلا خدا برای تو معجزه نمی کنه، خودتو تبدیل به یک معجزه می کنه. آمین. او از استفاده کردن از افراد ضعیف، نگران، مشوش، کسانی که یک گذشته خراب داشتن و هیچ آینده روبروشون نمیبینن، مخصوصا این حس چقدر تو کشوری که ما مهاجر و پناهنده هستیم باش دست به گریبانیم، هیچ مشکلی نداره عزیزان. خدا با مغروران مشکل داره، خدا با خود راضیان مشکل داره، از کسایی که خیلی چیزا رو حق خودشون میدونن و همش فکر میکنن حقشون خورده شده، باید اسخف میشدن، علاوه چوب لای چرخشون گذاشته شده. خدا با جد اونها هیچ مشکلی نداره و رفت به سراغ او: این مرد زورآور، یهوه خدا با توست. جد اونم مثل خیلی از ماها عزیزان، خیلی از ماها میخواست خدا رو تحت تاثیر ضعفش قرار بگیر بده، نیست؟ ما هم همین کار، من که خودم شخصا، این زندگی منه در واقع. اولا قربونت برم، من که اصلا زورآور نیستم، این اولیش. پناهنده هم، زبان آلمانی هم بلد نیستم، 8 گرون نو و همه طایفه هم که میبینی انگار داشت به خدا گزارش میداد، نیست؟ خدای کر و کور بوده نمیدونسته. طایفه منم منسی، اگه نمیدونی بهت بگم، از تمام طایفه ها بدبختر و پایین تر. اگه نمیدونی بهت بگم که تو خانواده من از همه تو سری خورتر، شاید فرزند 7-8 بودم. پس دست از سرم بردار، کجای من زوراوره؟ در ضمن اگه اینا هیچ کدوم مجابت نکرده، خدا جان بهت بگم، اگه یهوه خدا با ماست که من اصلا ندیدم کجاست، اعمال عظیمه تو کجاست؟ اگه خدا با ماست، نیست؟ آن اعمالی که فقط پدران و پدر بزرگمون وقتی بچه بودیم شنیدیم، کجاست اون معجزات تو؟ تو در واقع ما رو رها کردی، این واقعیت زندگی ماه، ما رو به دست دشمنان سپردی. چه آسون عزیزان از دست میدیم حضور خدا رو، مثل یعقوب خدا باش حرف میزد، صبح پاشد گفت خداوند یقینا اینجا بود و من نمیدانستم. همین الان خدا داره با شما حرف میزنه و چقدر آسون اجازه میدیم حضور خدا رو تجربه نکنیم و تجربه های تلخ گذشتمون، تجربه های منفیمون، چیزهایی که تجربه کردیم یا موانعی که هنوز توش هستیم و اجازه نمیدیم این خدای هستم که همین الان داره با ما حرف میزنه، صدای او جان ما رو تازه کنه. خدا کجاست؟ چرا مثل گذشته هیجان انگیز نیست؟ کجاست اون دریای سرخ که باز میشد؟ 200 سال
از تاریخ آخرین معجزه‌ای که خدا در قوم کرده بود که باز شدن رود اردن بود گذشته بود. کجاست؟ کجاست اون معجزات؟ شاید پیر شدی، رفتی مرخصی، یا پنبه تو گوشات کردی. چند نفر از ما الان مثل جدعون خدا رو به خاطر مشکلاتمون مقصر میدونیم؟ چرا ویرانگران کشور ما رو تصاحب کردن؟ چرا متعصبین کشور ما رو، منابع ملی ما رو دارن غارت میکنن؟ چرا ایران به این روز افتاد؟ چرا شرایط بیرونی و درونی ایران دائما سالهاست متلاطم و متغیره؟ چرا ایران جولانگاه نیروهای تاریکی شده؟ چرا؟ و او فکر میکرد خدا باهوشتره، از خدا دلسوزتره. یادش رفته بود که قوم خودش خدا رو از صحنه زندگیشون کنار گذاشته بودن. قوم خدا بودن که اهمیت مرکزی یهوه رو از زندگی خودشون حذف کرده بودن. مثل خیلی از ماها شاید عزیزان، در کسب و کارمون، در خدمتمون، در رابطه هامون، زیر یوغ ناموافق با ایمان، ازدواج، کار، بی موقع صحبت کردن، بی موقع کارایی رو انجام کردن، زمانای خدا رو در نیافتن، تو مشکل میافتیم، بعد مثل جدون میگیم چرا چرا. من خیلی خوشحالم عزیزان، الان خوشحالم، اون موقع خوشحال نبودم، خیلی هم اخمون ناراحت بودم، خیلی هم زق میزدم که چرا خدا جواب ما رو نمیده. و خدا عزیزان به اعتراضات ما جواب نمیده، به نقنقهای ما جواب نمیده. همینطور که وقتی نگاه میکنی به ایوب جواب نداد، به ایلیا جواب نداد، به نعومی، چراهای نعومی جواب نداد. من جد اون اینجا نیستم که درباره فلسفه درد و رنج و شرارت دنیا با تو حرف بزنم. من اینجا نیستم که در مورد اتفاقات برای تو توضیح بدم، چون من خدای وعده دهنده هستم. در آیه 6 باب 6 آیه 14 میگه خدا به اون نگریست و به او گفت با این قوت خودت برو تکون بخور، اسرائیل رو نجات بده، از این همه فلاکت بیرون بیار. دوباره یه تشنج دیگه بیچاره جد. اون چه قوتی؟ آقا قوت شاد بغلمه. آقا قوت کجاست؟ با چه کدوم قوت؟ از چه قوتی حرف میزنی؟ ای خدا. خدا داشت راجب قوتی حرف میزد که درون جد اون بود، نه قرار بود بهش بده. خدا داشت راجع به قوتی حرف میزد که جدعون از قبل داشت. الحال او را که قادر است بکند زیادتر از آنچه که ما بخواهیم یا فکر کنیم، به حسب آن قوتی که در من عمل میکنه. عزیزان، عمیق‌ترین و رساترین کشفی که هر مسیحی در زندگیش باید بکنه اینه که خود خدا قوت اوست. ای خداوند، ای قوت من، تو را محبت میکنم. خداوند قوت منه، درون منه، دربر منه، منو احاطه کرده. بگو در چه شرایطی هستی خدا میگه، بعد بیا با هم کاری انجام بدیم. من هیچ چیزی نیستم، من کمترینم در میان کمترین. مهم نیست تو چی هستی، انقدر به خودت گیر نده، به کوچیکی خودت نگاه نکن، به بزرگی خدا نگاه کن. مهم نیست تو کی هستی، چه پیشینیه داشتی، مهم اینه که خدا کیه. خدا شخص مجهز رو دعوت نمی کنه تا ازش استفاده کنه. خدا اول اون شخص فروتن و سرسپرده و تسلیم رو دعوت می کنه، بعد مجهزش می کنه. عزیزان، خدا اون شخصی رو دعوت میکنه که وقتی میبینه انقدر خودپرست نیست که دائم به خودش فکر کنه، الهی بمیرم برای خودم، من چی، بالاخره من چی، بعد اونجا تجهیزش میکنه. یهوه مهیا کننده جلال خودش برای اهداف خودش از طریق من و توست عزیزان. و توجه کنی، به محض اینکه خدا جدعون صدای خدا رو شنید، جذب و تسخیر اون صدا، تحت تملک اون صدا قرار گرفت، تایید الهی تمامی وجود او رو گرفت، رفت فوری یه قربانی کمیاب داد، یه بره با نان فطیر. اونجا نوشته تمام مواشی، الاغ، گوسفند، همه چی به تاراج رفته بود.
عزیزان، جدعون از نداشته خودش یه قربانی عظیم برای خدا داد. با ارزشترین خودش، هر چه که داشت، مذبحی به نام خداوند بنا کرد. قربانی در تمثیلی به نام تسلیم، وقف. بسیاری هم ما فقط تایید خدا رو میخواییم، برکات خدا رو میخواییم، نجات ایران رو میخواییم. دریغ از یه وقت دعا که بریم تو گروه دعاها شفاعت کنیم. خیلی موقع ها تو کلیسا میخواییم بلند کرده بشیم. دریغ از این که خودمون رو توی کانتکست تعلیم و انضباط های کلیسایی قرار بدیم. نه اطاعتیه، نه فروتنیه کلام خدا، ولی بیا منو برکت بده. این مرد خدا همه چیزشو داد تا آتش خدا اومد قربانی های او رو بلعید. عزیزان، به نظر من، یعنی به نظر نشد کلام نیومده، من مطمئنم چون خودم تجربه کردم، وقتی آتش خدا میاد نه فقط قربانی مقبول میشه، بلکه اون چیزی که از خدا نیست، اون ترسا، اون کمبودا، اون الهی بمیرم برای خودم ها، اون گذشته ها رو خاک اره رو اره کردن ها، همه اونا بلعیده شد. عزیزان، وقتی بلعیده میشه، امنیت خودت خالی میشی، چشمای تو باز میشه، چشمای جدون باز شد. مکانی که قربانی داده بود، گفت یهوه شالوم، خداوند شالوم، خدای همه نیازهای من، خدای همه سلامتی و کامیابی من، خدایی که همه نیازهای من در او خلاصه میشه. از اون با شنیدن صدای الهام بخش خدا، با تسلیم و سرسپردگی، با دادن یه قربانی منحصر به فردش، اولین فرمان خدا رو دریافت کرد. فرمانی قاطع، عزیزان، ترسناک، برنده. در باب 6 آیه 25 میگه برو مذبح بر رو منهدم کن و مذبح یهوه رو بنا کن. اصلا اگه بدونین اون موقع چه اوضاع و شرایطی بوده، پدر جدعون کاهن بل بود، یعنی انقدر تمکین کرده بود از بل و بت‌ها، یه قوم برگزیده بت پرست بودن، انقدر تمکین کرده بود که او رو کاهن بل کرده بودن. عزیزان، میدونین فرمان یعنی چی؟ یعنی جدعون باید خلاف جریان اون جامعه، جریان قواعد و قوانینی که اونجا حاکم بود بیستاد، حرکت میکرد، خلاف پدری که سلطان آن زمان بود باید میستاد، خلاف جریان آب. میخوام یه چیزی بهتون بگم عزیزان، ماهی های بالای رودخونه خیلی خوشمزه تر از ماهی های تو آبگیر هستن. خیلی موقع ها ما مزه بومونه از دست دادیم، اینقدر در جاهای امن اتراق کردیم. فقط اینو گفتم برای اینکه این توجه کنین به آیه باب 6 آیه 17. این خیلی عزیزان تشویق کننده است. موقعی جدعون ایستاد که هنوز با اینکه ملاقات شده بود، عزیزان صدای خدا رو شنیده بود، هنوز ترس داشت. فکر میکنیم ما اگه یه بار ملاقات بشیم، صدای خدا رو بشنویم، خدا اومد یه دستی کشید، خدا اومد یه فوتی کرد، الان ما تا آخر عمر، نه، تا آخر عمر ترسای ما با ماست. ولی خدا کاری میکنه که با وجود ترسات بیستی، فرار نکنی. جدعون با وجود ترساش ایستاد، خدا احترام میذاره به شخصی که با پاهای لرزون ولی میسته برای کار خدا. در باب 6:27 میگه اما چون که از پدر و مردان قوم خودش میترسید، شب، عزیزان شب رفت بت بر رو منهدمش کنه و رفت این کار کرد. پدرش که دشمنش باید میشد، یار موافقش شد. وقتی برای خدا میستی عزیزان، حتی دشمنانت به دوست تبدیل میشن. سالهاست من دارم اینو تجربه میکنم و بعد از اون میبینیم داستانهای خیلی زیادیه تو همین باب 5, 6, 7, 8. عالی، من فقط دارم میگذرم. بعد از اون در باب 6 و 7 میبینیم چطور روح خدا بعد از اینکه بت‌ها رو از زندگی خودش محو کرد، او رو ملبس ساخت، او رو پر کرد، در همون ترس کرنای ایمان رو نواخت.
عزیزان 32,000 نفر در اون آشفته بازار، در اون همه ترسی که قایم شده بودن توی مغاره ها، پشت جدعون ایستادن. 32,000 نفر از کجا اومده بودن؟ وقتی مست خدا باته، وقتی اون روح سرسپردگی در توه، وقتی خدا به جان تو میگه یهوه خدا با توست، کدوم دشمنیه بتونه جلوی تو بیسته؟ 32,000 نفر پشت جدعون ایستادن. خدا هم نگاه کرد گفت 32,000 نفر اینو کجا بودن؟ تا الان کجا بودن؟ جدعون جان هر کی که میترسه روانی خانه های امن خودش بکن، انتخاب نکرد، فقط گفت هر کی که میترسه. جدعونم میترسید نیست، فقط ایستاده بود. عزیزان 22,000 نفر به خونه های راحت و امن خودشون دویدن. چرا؟ چون در لشکر خدا جایی برای ترسوها وجود نداره. و 10,000 نفر موندن. خدا گفت زیادن، یه آزمایش ساده بکن. جد اونجا کسانی که روی پاهاشون خم میشن وقتی تشنشون میشه، زانو میزنن مثل سگ، آبو میلیسن از آب، اینا رو بفرست برن، چون اینا به حساسیت زمانهای خدا هیچ اعتباری ندارن، نمیدونن در بین دشمنان هستن، خودشون خودپرستی خودشون براشون مهمتره. اینا رو بفرست. فقط کسانی بیستن که با دستشون از توی رودخونه آب برمیدارن میخورن. اینا نشانه کساییه که اشتیاق دارن برای کار خدا، عاشق کار خدا هن، بیدارن، هوشیارن، همینطور که دارن برای نفع خودشون غذا میخورن، کارهای خودشون میکنن، همینطور به فکر کار خدا هستن، مواظب دشمن هستن. عزیزان هوشیارن، بیدارن، مشتاق کار خدا هن. 300 نفر باقی ماند با آن اقلیت با شکوه. عزیزان چه پیروزی عظیمی! من نمیخوام ادامه بدم برای خاندان ذلیل منسی که جدعون از تو خانوادهش همه بدبختر و تو سری خورتر بود به وجود اومد. عزیزان پیروزی بستگی به قدرت ما نداره، تعداد نفرات ما نداره، بلکه بستگی به قدرت خدا، وفاداری و سرسپردگی ما داره. خدا امروز به دنبال چنین اشخاصیه. خدا دنبال راهکارهای تو نیست، استعدادهای تو نیست، هی بیای ارائه بدی استعدادهای هوشمندانه تو. دنبال پول ما نیست، منابع ما نیست عزیزان. خدا دنبال افرادی میگرده که به ضعف و مسکنت خودشون واقفن، فروتنن و بلدن چطور کرنای ایمان رو با وجود ترساشون به صدا در بیارن. بگذاریم خدا ما رو به کار ببره عزیزان، چون همگی ما اگه صادق باشیم یه ورشکستیم، یه هیچ عظیمیم، یه صفر عظیمیم. تک تک ما اگه صادق باشیم پر از محدودیتیم، با همه یه کلکلهایی که میکنیم پر از ترس و کمبود هستیم. آیا امروز میخوای فراتر از قدرت بدنی خودت خدا رو تجربه کنی؟ آیا امروز میخوای فراتر از قدرت مغزی خودت، احساسهای زودگذر و هیجانهای خودت خدا رو تجربه کنی؟ آیا امروز میخوای فراتر از توانایی خودت خدا رو تجربه کنی؟ میخوام یه افراد رو به جلو دعوت کنم عزیزان، افرادی که نمیخوان به قبر برن قبل از اینکه غیر ممکنها در زندگیشون ممکن بشه. میخوام کساری رو به جلو دعوت کنم که با تمام ضعفاشون، با تمام مشکلاتی که تو زندگیشونه، میگن خداوند میخوام خودم روی مذبح بذارم، میخوام خودم بدم به خداوند تا زندگی تاثیرگذار، اون زندگی حقیقی رو در مسیح تجربه کنم، میخوام خودم رو به خدا بدم با اشتیاق. خدا بخشندگی خوش رو دوست داره، با خوشی خودم رو به خدا ببخشم تا قوت قیام مسیح رو. عزیزان تک تک ما باید بچشیم این قوت قیام رو، و بیشتر از همه در ضعفامون میتونیم بچشیم این فیض بیمثال مسیح رو. امروز روح خدا میخواد، ایمان دارم همجور که جدعون رو پوشوند میتونه
امروز ما رو ملبس کنه، میتونه آتش خدا بیاد. تمام اون مشقت، ناامیدی، ترسا، نگرانی ها، مخصوصا جوان ها خیلی با این موارد دست و پنجه نرم میکنن. خداوند میخواد تمام اینا رو با محبتش مثل مغناطیسی اما جدا کنه، تا تک تک ما به خصوص جوانای عزیزمون پیشگام باشن، تا کرنای ایمانشون رو در این آشفته بازار دنیا بنوازن. امروز کسانی رو خداوند میخواد به جلو دعوت کنه که به ناتوانی خودشون واقفن، ولی ایمان دارن قبل از اینکه از این سالون بیرون برن، سرودی بر دهان اونا نواخته خواهد شد، در قلب اونا و گوشهای جان اونا، که ضعیف گوید قوی هستم، فقیر گوید غنی هستم. آمین. چشمای خودمونو ببندیم، دعا میکنم و بعد به جلو دعوت میکنم. خداوند ایمان دارم که میخوای در تاریکی های زندگی ما نور و امید بتابونی. ایمان دارم خداوند از تک تک ما که اینجا هستیم و منتظر یه معجزه هستیم، خداوند قوت قیام تو میخواد بر ما قرار بگیره، که خود ما، شخص ما یک معجزه بسازی. ایمان دارم که امروز در اون چه کنم های زندگیمون کسایی هستن که انگار خودشون در بنبست ها میبینن، خداوند میخواد روزنه های نور و امید و ایمان باز کنه. کسانی اینجا هستن که در قلب خودشون آرزو دارن، یه آرزویی که شاید باورشون نمیشه، مثل من که سالها داشتم که مگه میشه فراتر از انرژی خودم، توانایی خودم، مسکنت خودم، خودمو در رویای بی نظیر خدا ببینم، مگه میشه؟ خدا میگه آره میشه. چشمات رو ناتوانی و کوچیکی خودت بردار، روی خدایی بنداز که قیام کرد به خاطر من و تو، تا من و تو رو شریک پیروزی و قیامش بکنه. امروز روح خداوند میخواد تک تک این افرادو که خودشون دیگه خسته شدن از اینکه انقدر دور خودشون بچرخن، خسته شدن تو حسرت ها و گذشته گیر کنن، خسته شدن حتی آرزوهای خودشون، حتی به ضعفهای خودشون هی فکر کنن، هی خودشون رو محکوم کنن، چرا من درست نمیشم، چرا دیروز امروز تا ابد همان هستم. خدا میگه حتی چشم تو از این بردار. خدا امروز میخواد تو نزدیک تخت فیض او بیای، نزدیک تخت قوت او بیای، به مکان پیروزی اون نزدیک بشی، تا خودت شخصا، همطور که من اینجا الان هستم یک معجزه هستم عزیزان، خودت معجزه رو در هر شرایطی، خدای زنده رو، قوت قیام رو تجربه کنی. امروز خدا به طور خاص میخواد ایمان فلج ما رو، ایمانهای مریض ما رو شفا بده. خداوند داره کلیسا رو دعوت میکنه، بیا جلو، به خودت خیره نشو، به کوچیکی خودت خیره نشو. قدم های ایمان بیا جلو، هر قدمی که برمیداری خداوند میگه قوت قیام منو تجربه خواهی کرد.